سلام و درود به همه دوستانی که در اینجا حضور به هم رساندند. اعلام میکنم که از مجموعه صحبت‌هایی که در اینجا فیلم و تصویر برداری میشه، دوستانی که مایل نیستن تصویرشون ضبط بشه لطفاً اطلاع بدن. بینند متشکرم. فقط که سرگذشت ما سرود بی اعتقاد سربازان تو بود که از فتح قله روسپیان باز می آمدند. باش تا نفرین دوزخ از تو چه سازد که مادران سیاه پوش داغداران زیباترین فرزندان آفتابند که هنوز از سجاده ها سر بر نگرفتند. تذکر این نکته اهمیت داره که امسال 15 سالگرد تأسیس دادگاه بین المللی جنایت علیه بشریت هست و امروز لحظاتی پیش جلسه ای رو ما ترک کردیم که به بررسی کارهای این 15 سال دادگاه مذکور می پرداخت و خوشبختانه دوستان حاضر در این جلسه بسیاری در جلسه سابق هم حضور داشتند. به گونه‌ای باید ابراز خوشحالی کرد که ما در اینجا امروز در 25 سالگرد کشتار 67 توسط جمهوری اسلامی شاهد این هستیم که این برنامه تقریبا ادامه برنامه‌ای است که در سازمان ملل امروز توسط اروپاییان برای بررسی 15 سال تلاششون در زمینه پیگیری جنایت علیه بشریت که مفهوم اصلی منشور این دادگاه امکان ندادن به جانیان برای فرار از جنایتی که انجام دادن هست. من با توجه به ضیق وقت و مجدداً با تشکر از شما اشاره می کنم که خانم پیلای در نخستین روز افتتاح دوره 25 این دوره‌ای که الان در جریان هست در مقر اروپایی سازمان ملل و در افتتاح شورای اجلاس های شورای حقوق بشر به نکته ای تاکید کردند که لازم هست من روش توجه شما رو جلب بکنم. کشتار نزدیک به 52 نفر از ساکنان اشرف در عراق با توجه به شادی‌های وسناپذیری که رژیم جمهوری اسلامی از این اقدام وحشیانه نشان داده همه اذهان رو به این جهت سوق میده که این رژیم گویا در این حرکت هم دست داشته است. بیش از 30 تداوم تجاوز به حقوق بشر، قتل و جنایت و کشتار سازمان یافته دولتی در داخل و در خارج کشور همچنان ادامه داره، اما مهمتر از این دادخواهی نیز پا به پای این جنایت ها تداوم داره و هر گونه تغییری در بساط این رژیم نمیتونه جلوی این دادخواهی رو بگیره. امروز ما به همین مناسبت با توجه به اهمیت تریبونال بین المللی
که در دو جلسه لندن و لاهه کار خودش رو پیش برد و برای نخستین بار حکمی رو با دقت در مورد یک بخش از جنایت‌های رژیم جمهوری اسلامی علیه بشریت صادر کرد. دعوت کردیم از دوستان برگزار کننده و نیز شاهدان و قربانیان در این که در این اجلاس‌های دادگاه شرکت داشتند که در اینجا حضور داشته باشند و گزارشی از آنچه که گذشته در این تریبونال رو هم ما به مناسبت 25 سالگرد این کشتار حضور شما تقدیم بکنیم. تشکر می‌کنم از دوستانی که دعوت ما رو پذیرفتن و خواهش می‌کنم از این دوستان که صحبت‌های خودشون رو در این زمینه با شما در میون بذارن. نخست از آقای مختار شلالوند، زندانی دوره شاه و از شاهدان دادگاه مردمی تریبونال ایران، برادر جانباخته حمزه شلالوند و از فعالین سیاسی ایرانی هستند که با ایشون شروع میکنه. آقای شلالوند بفرمایید. همین سادگی من دادخواه برادر هست. هزاران دوستان و برادران دیگر، وقتی که 31 سال پیش به عنوان دبیری از دبیرستان‌های شهر کوچک اندیمشک در یکی از اجلاس‌های جانبی سازمان ملل در همین این مکان شرکت کردم، در معیت زنده‌یاد کاظم رجوی و دکتر متین دفتری اصلا تصور نمی کردم که چند وقت بعد دادخواه کاظم رجوی باشم که به دست تروریست‌های اعزامی جمهوری اسلامی در همین ژنو بغل گوش سازمان ملل ترور شد و چندی بعد خبر اعدام برادرم رو که دوران حبسش رو در زندان‌های جمهوری اسلامی سپری می‌کرد به دستم رسید. و تا حالا 31 سالی که مرتباً ما این دادگاه‌ها رو شاهد هستیم و دادخواهی می‌کنیم. وقتی به عنوان یک ناظر بی‌طرف به کشتار و گروگانگیری کمپ اشرف در کشور ثالث عراق به عنوان پناهنده 52 نفر از اونا بی سلاح و بی دفاع کشته میشن و 7 نفر رو گروگان میبرن، به این نتیجه میرسیم که شجره خبیثه قاتلان و اسیرکشان، تکرار میکنم، اسیرکشان هنوز در صحنه جمهوری اسلامی فعال هستند و به وظایف شرعی خودشون ادامه میدن. اگرچه هنوز نیری رئیس هیئت مرگ و مصطفی اشراقی داستان انقلاب، ابراهیم رئیسی از اعضای هیئت مرگ و مصطفی پور محمدی که اون موقع نماینده وزارت اطلاعات بود و اکنون وزیر دولت روحانی هست حسن و در رأس امور و به کارها خودشون ادامه میدن، ولی به طور وضوح کشتار اخیر در شهرک اشرف به ما نشون میده که اینا همچنان فعال و به کشتار مردم ادامه میدن. بنابراین پیگیری حقوقی
اسیرکشی که در زندانهای ایران صورت گرفت بیش از هر زمانی ضروری به نظر میرسد و نیاز به پیگیری جدیتری دارد. اون چه در مرداد و اوایل شهریور سال 67 گذشت برای بسیاری از محافل حقوقی بین المللی هنوز غریب است. کشتار 4000 زندانی سیاسی که مدت زندان خودشون رو سپری میکنن به جرم دگر اندیشی، در حالی که حکمهای از پیش ساخته شده گرفته خودشون رو دارن میگذرونن، اگر مصداق قتل عام نیست، اگر مصداق جنایت علیه بشریت نیست، پس چه چیز نام دارن؟ پاسخ به این سوال در حال حاضر خیلی ضروری و مبرم به نظر میرسد و ترم حقوقی جدیدی رو طلب میکند. و به دنبال این حقایق هست که خانواده های جانباختگان ناامید از نتایج به فکر چاره میفتن و دادگاه مردمی تریبونال ایران رو به وجود میارن که با قاطعیت تمام رأی به محکومیت و نقض مستمر حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی و مصداق قتل عام میدونتش و جنایت علیه بشریت. حالا ما موندیم و پرونده هایی ناگشوده دادخواهانی که ربع قرن است به هیچ نتیجه ای نرسیده ایم و پرونده هایی که سر میز دادگاه های بین المللی خاک میخورن و به نتیجه نرسیدن. اگر در دو هفته کشتار سال 67 صدای دادخواهی و مظلومیت زندانیان به جامعه جهانی رسیده بود و به اون اقدام میکردند و به اون اهمیت میدادند چنان که میبایستی، شاید چپکشی در هفته بعد از مجاهدکشی به وجود نمیومد. باری ما مونده ایم و مادران و خانواده های ما، وارثان جنازه های گمشده، گورهای قریب و گورستانهای بدون نام و نشان در عرصه گسترده فلات ایران. من مختار شلالوند هستم، برادر حمزه شلالوند، از هواداران سازمان مجاهدین خلق که همون اوایل انقلاب به جرم دفاع از کتابخونه‌ای که به روی خرابه‌های خانه بازمانده‌ای از شهدای دوران سلطنت شاه به جا مونده بود، کتابخونه‌ای بنا کرده بودند و ساخته بودند با همکاری و همیاری مردم که موسوم بود به کتابخانه طالقانی. یک روز جمعه بعد از نماز روز جمعه به تحریک امام جمعه، گروه های فشار و حزب اللهی ها به این کتابخونه حمله کردند. مردم سعی کردند از اون دفاع کنند. عده زخمی شدند و عده رو دستگیر کردند. در اون روز حمزه دستگیر نشد، ولی هرگز دیگه به خونه بر نگشت تا اینی که اواخر سال 60 در حوالی میدان راهن تهران مورد شناسایی قرار میگیره و به زندان برده میشه و در زندان‌های گوهردشت و قزلحصار و اوین زندانی کشید. به 10 سال زندان محکوم شد که بعد از 7 سال محاکمه میشه و نهایتاً اعدام. ولی ما هیچ
اگرچه من نبودم، ولی خانواده ما هرگز از زندانی بودن اون آگاه نشدن در اون مدت‌های اولیه، تا اینی که با مراجعات مکرر به این نتیجه رسیدن. محاکمه‌ای که به دنبال حکم خمینی و بعد از پذیرش قطعنامه 598 شرایط کشتار اونا رو آماده کردن و بدین طریق طی برنامه اصلی شده و به دنبال حکمی کتبی دستور قتل عام صادر میشه و در اونجاست که شروع میکنن به تلویزیون ها را بردن، نشریات را قطع کردن و ملاقات ها را به طور کلی قطع کردن و ادامه ندادن، تا اینی که اسرایی که زندانی میکشیدن را دوباره محاکمه میکنن و در نهایت طبق آماری که قائم مقام خود خمینی آقای منتظری بون اشاره میکنه، لااقل 4000 نفر اعدام میشن که البته آمار سازمان ها و محققین چیزای دیگری هم میگه بیش از اینا. به هر حال به دنبال ملاقات های خانواده ما و فشارهایی که خانواده های سیاسی به وجود میارن، یک روز از جمله به مادر من میگن که شما برید و مرد خانوادتون رو بفرستید. مادر من میگه ما که دیگه مردی تو خانوادمون وجود نداره. اینه که یه برادر مریضی داشتم به همراه کسی دیگه میره و میگن که آره اعدام شده و یه ساک دستی از اون جام مونده که میدن که شامل یه تیشرت ورزشی بود و چند عدد زیرپوش و درون اون ساک از جمله یه کار دستی گلدوزی شده ای که دعای تحویل سال هستش و اغلب باشم آشنایی دارید، من اینجا دارم شما نشون میدم، با خط قرمز گلدوزی شده روی زمینه پارچه سفید، تمام مکنت و اون چیزی که از حمزه به ما رسید این بود و ما همچنان به دنبال این عدالت‌خواهی هستیم.